مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم از استودیو تلویزیون پارس. امروز روز دوشنبه است و 17 از ماه دسامبر. مدتی از دالاس، تقریبا 5-6 ماهی برنامه ها اجرا میشد. امروز در تلویزیون هستم. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. مطالبی هست امروز اشاره به تاریخ که خدمتون گزارش خواهم کرد. میفرماید: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر، کاین می لعل دل و دین میبرد از دست، بدان سان که مپرس. گوشه‌گیری و سلامت هوسم بود، ولی شیوه‌ای میکند آن نرگس فتان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای، این که مبین اون که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زوست به خون کش کسی، گفتا حافظ این قصه دراز است، به قرآن که نپرس. یکی از شاهکارهای غزلهای خواجه حافظ شیراز است. متنی که خواندم تصحیح و توضیح استاد خانلری است، استاد دکتر خانلری، از محققان بزرگ، شاعر، نویسنده و از نوگرایان بود در نگاهش به ادبیات. در واقع در مقابل ادبای محافظه‌کار و سنتی، نظیر ادیب فیشاوری، استاد فروزانفر و جلال الدین همایی و علامه قزوینی و امثال اینها، نسلی جدید از ادبا پدیدار شدند. نظیر استاد مینوی، استاد خانلری، مرحوم صادق هدایت و دیگران، و مباحث در این باب بسیار بود، بسیار شیرین و جذاب هم بود در روزگاری که این دو نسل بودند. و گمان نمی کنم کسی از این گروه که نام بردم در حیات باشن. خب، عرض می شود خدمت شما که شنیدم که یک زلم زیمبوی را انداختن. دوباره این برادران آخوند ما یک تشکیلاتی ساختن برای قبر یک کسی، حالا قبر حسین هست نمیدونم قبر کیست. 14 بیلیون ریال همچین چیزی مخارج این شده است. از قم حرکت دادن، گویا چند دو روز پیش در اهواز بوده است، و ببرن بگذارن سر قبر حسین. خب حالا ما در ایران من شنیدم بین 10 تا 15 هزار نفر هم از اینها داریم، از این امامزاده ها. و ما بیاد دارم که مدرسه می رفتیم در اصفهان، یک همچین داستانی هم اونجا به راه انداختن و یک تشکیلات مفصلی از طلا ساخته بودن و اینها می فرستادن برای یک کسی دیگه. مشاله اینقدر تعدادشون هم زیاد هست، معلوم نیست کی به کی هست. و از شکم گرسنگان ایران اینها میزنن و این کارها رو انجام میدن. واقعا خیلی خیلی داستان غم انگیزی است، خیلی داستان غم انگیزی است. البته بنده اگر آخوند بودم حتما همین کارو میکردم، به جهت اینکه گرمی بازار ملا و شیخ و آخوند از همین داستان ها بوده. یکی از مهمترین چیزهایی که بازار اینها رو گرم کرده است همین داستان حسین رو عرض می شود که اون حکایت فروغ جاویدانش بوده است و کودتا علیه پسر عموش
و داستانی که هزار بار ما اینجا گفتیم و تمام عمرم شنیده ایم. یعنی این یک فساد و نفاق و عجیبی میان همین مسلمانان ایجاد کرد و دکان ملایان رو گرم کرد. این چون یک تراژدی بود و عرض می شود که خونبار و به وجهی که می دانید بازار اینها رو گرم کرد. و داستان اینجاست که تکیه ملایان در تمام این اعصار و قرون روی مظلومیت حسین بوده که بله حسین مظلوم شد، مردم ما هم هرچه بیچاره تر شدن، در واقع فقیر تر شدن و هرچه این حملات به ایران بیشتر شد و کشتار و تخریب بیشتر شد، البته مدنیت ایران به انحطاط رفت و اذهان به انحطاط رفت و این دین هم به انحطاط رفت، همه ذهنیت ها به انحطاط رفت، هرچه مردم بیچاره تر و گرسنه تر و بدبختر و اینها در واقع آرزومندیشون برای در واقع پیدا شدن یک دست غیبی بیشتر شد. از همون روزگار قدیم هم بزرگان و ثروتمندان و طبقه در واقع بالای جامعه عرب هم هرگز توجهی نداشت. حتی فرزندان خود که از تبار حضرت امام حسین بودن هم دیده نشد که اینها سینه زنی کنن یا گریه بکنن یا خیلی در این باب چنون که ما میکنیم اغراق بکنن. اما هر چی جامعه ایرانی بیچاره تر شد، در واقع بعد از مغول و تیموریان و این حملات خونین که در واقع بالا عرض کردم شهر نشینی رو از کشور ما برانداخت و آوارگان و بدبخت ها، اینها زمینه بهتری شد. چون وقتی انسان داره هیچ گونه امیدی نیست، امید میبندد به غیب. وقتی بیمارستان به قدر کافی نیست و از بهداشت خراب هست، خب این بابا نمیدونم زخم معده میگیره، شکمش در میره سر قبر امام. اجازه فرمایید خواهش میکنم سپر جان نشون بدین ببینید چه حکایت سیرکی درست کردن. سیرک، حالا ما گمان میکنیم مملکت ما کازینو نداره و سیرک نداره. بفرمان هازا سیرک، بفرمان. بله اینا در ایران ساخته شده و نمیدونم چه میزان طلا برای اینها به کار بردن. گویا قدم به قدم هم مردم هم که چیزی برای تماشا ندارن که اینها به راه انداختن به طرف اهواز و اونسو و در حال بردن هستن. بله حالا تمام تخریبی که در عراق شد، در همین نجف و کربلا و اینها و اون مسجد معروف که گنبد طلایش به هوا رفت، همون روزی که نمیدونم تروریست ها بوم گذاشتن، بنده فکر کردم خب یک روزی مخارج این رو مردم بیچاره ایران بایستی حتما پرداخت بکنن، چون به هر صورت ما شیعیان، ما تنها کشور شیعه هستیم. به هر صورت دیگه حکایت ما خیلی غمانگیزتر از این سخنان است. هموطن، مرحوم علامه قزوینی میگوید یزید ابن محلب وقتی آمد به ایران رفت در گرگان و چون گرگانیان بسیار دلیر بودن و مقاومت کرده بودن، گفت من اینها رو میگیرم سر میبرم تا از خون اینها آسیاب بچرخانم و آرد کنم و نوش جان کنم. نمیدونم در کدام یک از یادداشت‌های این استاد من دیدم که میگوید که وقتی این شقی و این نمیدونم خونخوار ازل و ابد را به خاک کردن، قبرش امامزاده شد. مردم میرفتن سر قبر این یزید ابن محلب و اونجا دخیل میبستن، کما این که گمان میکنم سر قبر خمینی هم همینطور هست. ما جنایتکار مثل خمینی در عصر جدید نداشته ایم، شاید در قدیم هم نداشته ایم. بکشید دشمنان اسلام را. بعد اینا گرفتن از بچه های 10 ساله. این داستان فراموش شدنی نیست هموطن، اینا مطالبی نیست که ما بتوانیم فراموش کنیم. کتاب هست، 20,000 عکس در اونجاست با مشخصات. یه خانواده دیدم شجاعی، اینا بختیاری هم هستن. نسرین شجاعی رو به شما معرفی کردم یک روز،
در 13 سالگی دستگیرش میکنن، در 22 سالگی تیربارانش میکنن، در باغ ابریشم ببخشید دارش میکشن. 7 نفر دیدم شجاعی، پرسیدم گفت اغلب اینها از همون یک خانواده هستن و بچه های نمیدونم 10 ساله، 10 بچه های 10 ساله رو اینا کشتن به امر خمینی. وقتی من این مطلب رو خدمت شما بیان کردم، دوستی زنگ زدن که آقا مردم میرفتن برای پیدا کردن بچه هاشون نش، یعنی بچه ها رو اول میگرفتن میکشتن و اجسادشون تو کامیون میریختن، میبرن خالی میکردن یک جایی نمیدونم در کدام ساختمان. میگم این آقای محسن رضایی هم اونجا کلت بسته بود راه میرفت، اینجوری نگاه میکرد و راه میرفت که انتظامات برقرار باشه، حالا محصول دستش رو نگاه بکنن. خب ببینید اینها که خودشان میدانن جانی هستند، مثل این آقای محسن رضایی، اینها که خودشان میدانن، مردم میدانن که اینها جانی هستند، اینها که در واقع ثبت شده عکس و مشخصات و چه مایه کتاب ها خواهد آمد در آینده در باب جنایات این رژیم و در باب آدم های مثل محسن رضایی، که هر جا که رهبر صحبت میکنه نفر اول 4 زانو زده جلو محسن رضایی است. این حیثیت بختیاری رو برده. آقا بختیاری نه آخوند درش پیدا شد نه جنایتکار درش پیدا شد، دولتی که براد اونجا و چاپلوسی، لااقل اینا خدمتی بکنن، اینا رو خوب بگن آقا ما جنایتکار بودیم در این دوره، این یادداشت‌ها برای گزارش به تاریخ نوشتیم که 500 سال دیگه 1100 سالی بگن آقا این جنایتکار این مایه فضیلت داشت که به جنایت خودش معترف شد، نوشت آقا کجا کیو کشتیم، بچه های کیو کشتیم، چه کرد. ما در تاریخ جنایتکار خوشنام که نداریم که، خدا رحمت کنه. مثلا بگیم حجاج ابن یوسف ثقفی رو رحمت الله، همچی چیزی عرب و عجم کسی چنین چیزی نگفت، نخواهند گفت خدا رحمت کند روح الله الموسوی الخمینی رو در آینده. و یکی از نوکرانش آقای محسن رضایی را مؤثر نیست چنین چیزی. یک آدمی بوده به نام امیر مبارز الدین محمد، این بابا یه آدم آخون صفتی بوده، برای در راه دین جنایت میکرده، آمده شیراز، تا ابد به او لعنت میکنن مرد. ولی که گفتم اسم این بابا رو بردم چون حافظ در ذهن من بود که چه بیزاری داره حافظ از این آدم. خب اجازه بدید من این شرح یزید ابن محلب رو برای شما بخوانم. امامزاده بوده، امامزاده سر قبرش مردم می آمدن عرض می شود که ناله و زاری می کردن. که حالا یه مطلبی دیگه، بنده می فهمم این رو که شما اگر یک فضایی در یک جایی باشد و شما گرفتاری روحی داشته باشید و چاره یک قبض باشی، به قول عرفا یک جایی باشه که شما انسان برود و اونجا دوچار یک انبساطی بشه، یعنی در واقع یک احوال مثبتی بر روح و جانش، به جای کلیسا فرض فرمایید یا نمیدونم مسجد برای بعضی کسان، اینها این خاصیت رو داره البته، اما محل جراحی چشم و گوش و حلق و بینی که نیست. و گذشته از این آقا معلوم بشه اینا که بودن، من سراغ ندارم شخصا که یک مرد عرب از اون قوم و قبیله اون روزگار به جز جیب بری و زور گفتن به ایران آمده باشه. دلیلش اینا بود، مسابقه ای بود برای فرستادن این دزدان به ایران زمین برای غارت این مملکت. حتی مولا علی کرم الله وجهه این پسراشو فرستاده برید چیزی گیرتون بیاد، نشستین اینجا چه کنین اینجا تو مدینه، باشین برید غارت. آها غارت الهی،
با آدم قبیله ای که سنتش دزدی و غارته دیگه، حالا وقتی دینم بیاره دینم غارت هم باید جزش باشه، اگه نمیشه ضد فرهنگ میشه اون موقع. این آسیای مرکزی ها بارها گفتم خدمتتون اسلام رو چنان با جان پذیرا شدن و مملکت ما رو اینا خراب کردن، در واقع اگه نیک بنگرید اینا دیدن آقا چیز خوبی است، آقا دین آمده میگه غارت هم توش هست، تازه خدا هم پشتیبانی میکنه، میریم به بهشتم تازه میری مزد میگیری. اگر که میگفت در اسلام غارت نیست کسی مسلمون نمیشد، این آسیای مرکزی ها مسلمون نمیشدن. اینا همه آمدن که برای این کار. شما بیایید به من نشان بدید که این چند تن صرفا برای گسترش معارف اسلام آمدن بیرون تا 130-140 سال، بعدش هم که دیگه اصلا آمدنشون دیگه دلیلی هم نداشت واقعا. زبیر ابن عوام که یکی از عرض میکنم صحابه بزرگ بوده، وقتی کشتنش شمشیرش رو علی کشیده گفته یک زمانی این شمشیر پشتبان رسول بود، میگوین 7 تا 11 میلیون درهم زندگیش میارزیده. عبدالرحمن ابن عوف از رجال معروف اون روزگار بیشتر از اینها پول داشته. اینا از کجا آورده بودن؟ از تجارتخانه هاشون یا از صنایعشون؟ از غارت مردم ایران و مصر و تا منطقه دیگه. حضرت سامن الائمه علیه السلام برای چی به ایران آمده؟ این همه قوم خیش آورده برای زر و زور، به نام زر و زور اصلا حرکت کرد این مرد که بیاد بشینه پایتخت مأمون اینجا، وقتی اون مرد این بشینه پولا رو اون جمع کنه. حالا قبر ایشون هم کازینو آخونده. کازینو آقا، کازینو این لاس وگاس خراسانه، با گونی آخر شب پولا رو ملا میبرن میخورن میخندن. قائم مقام فراهانی فرمود گوده ملا لوده خداست، هرچه بیشتر دهی هل من مزید گوید یا میگوید. لوده این عرض میکنن ظرفای چوبی خیلی بزرگ بود در ناحیه عراق و گلپایگان، اینجا لغت محلیه. مرحوم ملک وقتی ملک شعرا، استاد ملک شعرا یک قطعی از قان یا از ببخشید از فراهانی آورده، این لوده رو متوجه نشده، یه قلم از سوال گذاشته. دو تا ظرف بود مثل مکعب اینجوری میومد بالا، عرض کنم که میذاشتن و بار اولاغ میکردن انگور میریختن توش برای حمل انگور بود. گوده ملا این میگه این معدش و اینا لوده خداست، پربشو نیست، هر چه بیشتر بریزی میگه بیشتر به من بدین. آیا به من بیشتر میدهید؟ اینها این طبقه که ابن خلدون میگوید دورترین از سیاست و نادانترین اینا در واقع آدم ها به سیاست ملا و شیخ و آخون هست، تماترین آدم ها و دنیا دوستترین اقشار در واقع مردمان بودن، مانند یک صحرای خشکی که 1000 متر عمق داشته باشه و هرگز بارانی اونجا نرسیده. مگه اینا سیر به شاه هستن؟ تمعین دار طلبکارن، مال جدمه به قول اون سید دهقی. خب برویم ببینیم که محمد ابن جریر چه گوید. گرگان و تبرستان، آه چه گرگانی چه تبرستانی.
ایداد ایداد. قبل از اینکه خدمتتون بخونم، سپر جان شما یه موسیقی چیز کنی آماده بفرمایید تا من یه توضیح بدم برگردیم. ما ایرانی ها عرض می شود که صاحب یک مدنیت درخشان و بزرگ بودیم. مردمان ایران ضرب المثل بودند، قدرت بزرگ جهان. کاستی ها هم بوده. اما وقتی این عرض می کنم تیر روانان گرسنه چشم آمدن به این مملکت و غارت و اینها، و در واقع در نفی فرهنگ این سرزمین کوشیدن، ابناء این سرزمین دچار نوستالژی اون فرهنگ پدران شدن. اگر کاستی بود اساسا چشم پوشیدن به برکشیدن بهترین فضیلت های ایرانی پوشیدن. نقطه های روشن تاریخ در این 1200 سال گذشته اون نقطه هاییست که ایرانیان حکومت کردن، متاسفانه تداوم نداشته. بیش از 90 و اندی درصد بزرگان ایران زمین که ما به اونها مباهات میکنیم و رقبا جهان اینا رو میشناسه، در روزگار حکومت ایرانیان بوده. خانواده سامانی، آل سامان، اینا ایرانی بودن. نگاه کنید به نوع حکومت اینها و نگاهشون به جهان و به آدمها چگونه مردمانی بودن. دیلمیان خانواده دیگری بودن. نویسنده تاریخ طبرستان میگوید که چنان مینمود که مام زمان آبستن علما بود و علم، اما صعب کرد تا روزگار عزادالدوله دیلمی اونها را به این جهان آورد. متاسفانه اون دزدان از اون سو تعدادشون بیشتر از اون بود که اینا بتوانن مقاومت کنن. ایرانیان دزدای مثل محمود و نمیدونم چنگیز و اینا نشد. یعنی کسانی که این آب و خاک رو دوست دارن و معنیش رو میفهمن، معنی آزادی رو بهتر از هر کسی دیگری میفهمن. در همین دوره اخیر اگر آزادی در ایران زمین بوده از ملیون آمده، یعنی در واقع روزگاری بوده که ملیون بر سر کار بوده. کسانی که به این فرهنگ عشق می‌ورزیدن مفهومش رو گرفته بودن، جوهرش رو می‌شناختن. هزار و اندی سال هست که ایرانی از حاکمیت بر سرزمینش محرومه، حکومتاش هم ایرانی نبوده. حالا امروز در واقع از اون گنداب قادسیه اینها سربر کردن، مزاحمین به ملت، مفخران. که من رفتم فیضیه 3 سال اونجا نشستم، نمیدونم لا تا الا داد گرفتم، حالا اینه بستم و پوشیده، حالا تو باید پول بدی من بخورم. ای بابا تو اگه خدا شناس که برو از خدا بگیر. خب اتفاقا آیت الله زنجانی براتون میخونم همین مطلب رو، خیلی عرض میکنم که به تفصیل آورده که چون من رفتم فیضیه 3-4 سال اونجا از این چیزا یاد گرفتم که من آدم خجالت کشه از اینا رو بخونه، حالا شما باید کار کنید من بخورم. عجب استدلالیه. شما دید آخوند کار بکنه، سربازی بره، کار مفید انجام بده، تولیدی داشته باشه، بعد این داروک رو در واقع مرحوم نیمایوشیج معروف کرد. شبی شبی بس تیرگی، تیرگی با آن به روی شاخ انجیر کهن الی آخر، که من پیام آورد طوفان و باران را. داروک، بله. خب من نمیدونم این چه زهر سمی سم دین که هر کسی که
یه دو جامی از این خورد زده وطن میشه. آقا همه ارزش های اجدادش رو میخواد نفت بکن. این است که ملی مذهبی ما نمیدونه نمیتوانیم داشته باشیم. اگه مذهبی هستی مذهبتو نگه دار آقا جان، برو در اینقدر نماز بخون که زانوات پینه ببنده. دیگه مذهبتو میاری در کار مردم؟ چرا هر کسی دینش یه شکل، آقا جان اسلام هم که یه شکل نیست که، استاندارد که نمیشه این داستان که ما ملی مذهبی هستیم. خب خبر گشادن گرگان و تبرستان بر دست یزید ابن محلب. گرگان و تبرستان، این بچه ها خیلی طول کشید تا این خونخواران بیابان به نام اسلام عزیز پربرکت اونجا خونریزی کنن، اموال مردم رو غارت کنن، این ناحیه های آباد رو که سه امپراتوری کوشیده بودن این مملکت رو آباد کرده بودن، اینا آمدن خراب بکنن و اموالش رو ببرن. و عرض کردم هر جا اینا پا میذاشتن دیگه زمینم دیگه زراعت یعنی تولید نمیداشت. دیر به دست اینها افتاد. منطقه ماوراء النهر و اینا دیگه در حدود اواخر بنی امیه توسط آدمای مثل همین دیوانه و عرض کنم که قتیبه ابن مسلم باهلی، این اسمایی که آخر است مربوط به قبیله این هاست، باهلی. خب این که گفتم که این سم دین هر کس نوشید دو سی جامی از این اسلام عزیز هیچ دی براش اهمیت نداره جز این که بره به بهشت و اون حوریا رو زیارت کنه. مثلا طبری میگوید گرگان اندر زمانه عجم، یعنی روزگار عجم تمام شده، ایرانی ها کارشون تمام شده، اشارت داره به پادشاهان ایران. پادشاهان ایران، خب من توصیه میکنم دو هموطن بزرگوار این پایان شاهنامه نگاهی بکنید. ببینید از یزدگرد دانسته فردوسی چه چهره مقدسی رو عرضه میکنه. میخواد دفتر این تراژدی رو با ارائه یک هنر بی نظیر ببنده، مثل یک سمفونی که با یک خروشی یا یک آهنگ تمام میکنه آهنگ رو. اونجا ببینید مثل که همه نوستالژی های فردوسی و اندوهش گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس که اون دولت بیدار بخفت. اون دیگه چه در واقع در تبیین شخصیت یزدگرد و معصومیت یزدگرد. منتها خب هر پدید، اگر یه بزغاله، حالا من نمیگم عرض کنم گدوخ، یعنی فرزند اولاق، یه بزغاله بذاریم ما هر سبت که یه جای در یه بیابانی نزدیک چهار تا ده اونجا گود کنیم و بزغاله رو به خاک بسپاریم و بعد یک داستانی هم سرش رو برا کنیم و چند تا قندیل و شمع و اینا هم روشن کنیم و یه دوتا قرآن خوان بذاریم اونجا، تبلیغ کنیم که از نمیدونم تبار کی هست و به بهشت راهبر هست، حاجات میده. شما فکر نمی کنیم خیلی زود کسب و کار اونجا رونق پیدا میکنه؟ کسی که وعده بهش نده، یه چیزش به ما بعد و طبیعه اونا به مهمات بسته نباشه، حرمتی نده. دلیلش چیه؟ سادات درجه 8 بودن، آقا سوفیان درجه 10 که اینا میگفتن آقا یه چیزی اینا به بالا وصله، اینا به معنی که میبردن نامش نشانش خاندانش شاگردانش سلسله چی بوده، عرض میشود که گنبد و بارگاه و تشکیلات و اینها. اما تا عصر جدید فردوسی قبل نداشت آقا، اینم حدسیه، حدس. دیدن خیلی مایه ننگ واقعا در زمان
رضا شاه. تازه یه عده مخالفت میکردن. چرا؟ چون دفتر نگیم دفتر داد و دفتر خرد، دفتر دانایی، دفتر مدنیت. و ما بالاتر از این اثری بنده که نمیشستم. اما گویندهش چون نیامد بگه آقا من معجزه میکنم، والا ما هم سیدیم، یه چیز سبز هم کلش ببنده ببین چی میشد. خرافاتی هستیم دیگه. گرگان اندر زمان عجم دیواری گرد آن کرده بودند از خشت پخته و گچ. در باب این دیوار من عرض کردم که داستانش چه بوده. این آسیای مرکزی ها یعنی زرتشتیان تنگ چشم آسیای مرکزی که اصطلاحا در تاریخ ما هر جا میگوییم ترک یعنی اینها و مغول، چینی ها یه دیوار کشیدن که هست از ترس اینا، چون اینا مخرب مدنیت بودن، هر جا که رفتن جز خرابی کاری نمیکرد. دیوارش هست، این دیوار کشیدن جلو مغول ها، که البته دیوار جلو مغول رو نگیره. ایرانی ها هم جلو این گروه که دست دسته می آمدن اینا هنوز هم حسنشون، اینا در گرگان دیوار کشیده بودن. بنابراین از داستان بابل که خیلی قدیم هست و این تمدن های این سو که با ایران جنگ داشتن، بزرگترین دشمنان ایران در واقع همین گروه بودن که اینا شهرانشین و غارتگر بودن. و این داستان تورانی و ایرانی و عرض میکنم که در واقع پایه جنگ های شاهنامه هست، خواستگاهش همین داستان کوشانیان و همین گروه آسیا مرکزی ها هست. این است که تولی هم در هزار اندی سال پیش خبر داشته. امروز هم من شنیدم تا مدتی پیش بعض آثار این دیوار بوده. خب گرگان اندر زمان عجم دیواری گردون کرده بودند از خشت پخته و گچ و اثر اون هنوز بر جای است و اون را حصاری ساخته بزرگ و استوار از بیم ترک و دیواری بود سخت بلند و از یک سوی طالب دریای خوارزم برده بود و از اون سوی محکم و استوار کرده. اینقدر بلند یعنی طویل بود. و این از بهرون کرده بودند تا چون ترک به حرب ایشان آمدندی از سوی خوارزم بر ایشان دست نیافتندی و شاپور زرکتاف و خسرو و هرمز و قباد و فیروز و انوشروان آهنگ گرگان کردند و همی خواستند که اون را بستانند و تا الاخر. خیلی خوب، بعد میگه که عرب که پیدا شد سعید ابن العاص آمد و نمکی آمد و بی‌انصافی بیابون ها. پس چون یزید امیر خراسان شد، یعنی همین یزید ابن محلب که گورش امام زاده شده بود به قول علامه، حالا من جای دیگری ندیدم، نقل قول میکنم از مرحوم علامه قزوینی. قزوینی هم انقدر دقت داشت که فکر میکنم حرف بیهوده هرگز زد. کسانی که با کاراش آشنا هستن با خلقیات و شیبه تحقیق این بزرگ آشنا هستن. پس چون یزید امیر خراسان شد هیچ همتش نبود مگر فتح گرگان، یعنی وجه همتش این بود که بره گرگان رو بگیره. پس چون به مرو آمد سه چهار ماه درنگ کرد تا کار خراسان راست شد. پس برداشت و روی به گرگان نهاد و مخلد پسر خیش را به خراسان دست باز داشت. پس چون یزید به نزدیک گرگان و دهستان نوشته است رسید، گندی ناخوش به مشام او رسید. پرسید که این گند چیست؟ گفتند سول ترک اینجا حرب کرد با قتیبه و خلق بسیار از ایشان بکشت و غارت کرد و این گند اون کشتگان است. یزید گفت قبح الله و قتیبتن. بعد سال جواب، حالا به ایناش کاری ندارم. بعد اینجا صحبت از شکست
یزید هست، یزید ابن محلب، و بعد اون سوگند رو میخوره که چه بشود. این بار دومه که این حیوان برگشته اونجا. پس دیگر روز یزید بفرمود تا به لشکرگاه اندر به هر جای آتش برافروختند و مردمان قلعه چون اون را بدیدند بترسیدند و هر را بیاراستند و بیرون آمدند. یزید بفرمود تا نماز پیشین و نماز دیگر به یک جا به جمع بکردند و هر اندر پیوستند. دو تا نماز یکی کردن و جنگ کنن. خب اینجا رم من میگذرم. و یزید از این سوی حرب همی کرد و گرگانیان از پس او ایمن بودند و آگاهی نداشتند تا تکبیر مسلمانان شنیدند از سر قلعه و صلح خواستند بر آن که بر حکم یزید فرود آیند و بیامدند و پیش او شدند. یزید بفرمود تا زنان و کودکانشان را برده کردند و مرزبان را بگرفتند رو گردن زدند. نیداده بیداد مردمان نجیبه متمدن ایران زمین، ببین گرفتاری که هاشون زن و بچهشون رو برده کنن. به دستور اسلام بود. خب دوستان عزیز، تعارف چرا میکنیم؟ ماله چرا میکشیم؟ حالا تازه این که مردا رو بکشین، زناشون و بچهاشون رو برده کنین، دستور اسلامه. کمایی که وقتی که امام حسین رو کشتن، خب اون بچه 3-4 نفری که باقی موندن از این خاندان، اینا رو به دستور اسلام مطابق سنت رسول اینها رو کشتن و اینها رو برده کردن. اون کسانی که در همون روزگار معتقد بودن به قوانین اسلام، گفتن آقا با قانون جدش، با دستور جدش، با قانون جدش این بلا به روزش آمده. خیلی خوب، اینا هم کار میکنن. زنان و کودکانشون را برده کردن و مرزبان را بگرفتن و گردن زد. اون سپهبدی که اونجا بود و مرزبان مرز بود، گرفتن و گردن زدن و دیوارهای قلعه ویران کردن. پس روی به گرگان نهادن و بر در شهر فرو آمدند و منجنیق ها بساختن. منجنیق میدونی چی هست؟ منجنیق ها از روزگار قدیم وسیله قلعه کوب بوده. درخت ها رو قطع میکردن و بیشتر قطعات چوب، خصوص چوب توت یا چوبای سنگین پرت میکردن که دیوارها رو خراب کنن، مردم رو بکشن و بترسن. موشک های اون روزگار بود. خب پس روی به گربان نهادن و برده بله و بفرمود تا آتش انداختن گرفتن. نفت و اینا می بردن و با پنبه و اینا آتش می انداختن در شهر و شهر را بستدند و قهر و 12,000 مرد را اسیر کردند و رودیز اونجا فرود آمدند و بانگ فرمود کردن به لشکر اندر که هر که خون خواهد دست به کشتن گیرد. هر که دلش می خواد که خون ریزی کنه، انتقام بگیره، بفرمایید ما گرفتیم ایرانی ها رو، شما بیان گردن بزن. کس بود که او را 4 و 5 کس میبایست کشتن. آدمی بود که ماشاءالله تقسیم بندی کردن برای سر بریدن و کشتن، 4-5 نفر بهش میرسید. مشهور است که در واقعه حایله نیشابور به قول قدما به هر مغولی قریب 30 نفر رسید که گردن بزنه. 30 نفر هر کسی یه چیز بوده 800-900 هزار میشه. و جوینی میگوید اگر تا انقراض عالم توالد و تناسل در این کشور ادامه یابد، هرگز جمعیت این سرزمین عشر اون چه بود نخواهد شد. اینقدر آدم کشتن در ایران زمین و اینقدر فاجعه بوده در این مملکت. خب و یزید بفرمود تا آب بدون رودها اندر افکندن تا با خون کشتگان به یک جا برفت و آسیا بنهاد و گندم آس کرد و نان پخت و بخورد تا از سوگند بیرون آمد. قسم خورده بود.
و جز از این کشتگان 4000 دیگر بفرمود تا بردار کردند و خواسته ها را همه گرد کرد. دستور اسلام، دستور قرآن، یعنی الله. و خواسته ها را همه گرد کرد، یعنی ما خواست، یعنی مال اموال. و 5/1 از آن بیرون کرد و باقی بر مسلمانان پخش کرد و مالی بود بی اندازه که هرگز چندان مال از هیچ غنیمت نیافته بودند. خود تو خود گفت من از مفصل این قصه مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دوست عزیز، این عنصر تجاوز و زور و تحمیلی که در این اسلام مبارک و میمون بوده، همواره وطن دوستان رو، کسانی که به این مملکت عشق می‌ورزیدن، آزار داده. آقا میسر نیست، فراموش کردنش میسر نیست، یعنی نمی‌شود. اشکالی نداشته بالاخره دیگه، ما جبر بودیم و کفار جز کفار بودیم، این برکت آمده و این کار رو کرد. حالا مقصود از خوندن این بود که قبر این امامزاده شده، مقصود من این بود از خوندنی. حالا مأخذ قزوینی کجا بوده من نمیدانم، ولی در یکی از نوشته هاش، از ورقاتش بقول خود مرحوم، خوندم که چنین بوده است داستان. کتابی داریم به نام تاریخ طبرستان ابن اسفندیار و تعداد نسخه هایی که در دست بوده خیلی اندک بوده. مرحوم کسروی گزارش خیلی جالبی نوشته است در این باب، روزگاری که مازندران بوده و یک کسی به اون میگوید یک نسخه منحصر به فرد در اختیار یک شخصیتی است در تهران، و طوری که کسروی میگوید، میگوید من یک نویسنده تهرانی، که بعد متوجه شدیم مرحوم عباس اقبال هاشکیانی است که دانشمندان بزرگی مملکت ما بود، ایران دوست، میگوید من میخواستم او رو تصحیح کنم اما ایشون گرفت خودش تصحیح کرد. این همون تصحیح اقبال است. دوست عزیزی که ما در ایران دارم پیدا نکرده، رفته، من ازش واقعا سپاسگزارم، کار خیلی سختی است، کتاب رو پیدا کرده و یکی یکی عکس گرفته، زیراکس کرده و کتاب ساخته، با دست برای من فرستاده. کتاب خیلی خیلی مهمی است. ابتدا در مقدمش بخشی حکیمانه است، بسیار بسیار جالب، از قلم نویسنده و چیزها در اونجاست، حکمتها و عبرتها. میگوید وقتی اسکندر به ایران آمد، بزرگان عجم آمدند، اسکندر دچار هیبت در واقع بزرگان ایران شد و یک نامه نوشت به ارسطاطلیس. ارسطو همونطور که مطلع هستید استاد و معلم اسکندر بود، که من آمدم اینجا، میخوام از اینجا حرکت کنم به طرف هند و سوی مشرق، میخوام من اینا رو بکشم که اینها در واقع مدعی قدرت من نباشن. به طوری که کتاب آورده، میگوید ارسطو یک نامه نوشت که مبادا چنین کاری بکنی، تو اگر کشور رو از فرزانگان، از بزرگان، از الیت خالی بکنی، مجبوری با فرومایگان کار کنی و خدا نکند که فرومایه به قدرت برسد. با خلقیات در واقع عجامر و اجلاف به قول قدما، و او رو ترسانده در واقع از به قدرت رسیدن فرومایگان، لاتولودها مثل امروز مملکت. تنها روزگاری است که چاقوکشان و دزدان و اجامر به مملکت دارن حکومت.
او رو ترسانده و میگه ارسطو چیز نگاه کرد و پسندید رأی حکیم رو. حالا چه از نظر تاریخی این اتفاق افتاده باشه و چه نیفتاده باشه، سخن درستی است و نکرد این کارو. اگر پیدا کردید در اینجا یکی از مواخذی است که آمدن اولاد علی رو به ایران اینجا گزارش کرده که آمده بودن برای غارت و اینها. اگر پیدا کنم براتون میخونم. بله، و مقدمه خیلی خیلی فوق‌العاده است. بله اینجاست، اینجاست میگویند. بله همینجاست که میگه فرزندان عرض کنم که علی رم اونجا آوردند و اینها. فکر کنم یه بارم خدمت رو خونده باشم و این همون قطعی است که از نصارا شدن چند صد تن از عرب هست و مولا علی که اینها رو آورد برای فروش، اسیر کرد و کشت و اینها، و یک کسی آمد اینها رو خریداری کرد و خانش رو خراب کرد. یک شخصیت مهمی داریم در عصر مشروطه به نام شیخ ابراهیم زنجانی. اینجا در معرفیش میگوید شیخ ابراهیم زنجانی فرزند شیخ هادی خمسه‌ای از فضلای زنجان و آزادی خواهان و روشنفکران بود. در مجلس دوره اول 1324 از زنجان و در دوره دوم از تبریز و در دوره سوم و چهارم از زنجان به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. محاکمه شیخ فضل الله نوری مجتهد معروف در سال 1128 قمری در دادگاه انجام شد که شیخ ابراهیم زنجانی قاضی اون دادگاه بود. شیخ ابراهیم زنجانی برخلاف بله رأی شعبه پارلمانی فقه دموکرات که خود نیز عضو اون بود، رأی به قبول التیماتوم روسیه بر ضد ایران داد. وی پس از نمایندگی دوره اول و دوم به ریاست مدرسه ثروت منصوب شد و پس از انحلال دوره سوم مدتی رئیس اداره اوقاف بود. بله وی سرانجام در آزمای زاسته خورشید درگذشت. کتاب حاضر که خود اون را سرگذشت زندگانی من نامیده است، ماجرای زندگی از کودکی تا دوران برقراری نظام قانونی در ایران است. خب یک بار خدمت شما ایشون رو معرفی کردم، قریب 20 تا 22 سال در کربلا و نجف درس ملایی خوانده. در واقع در اون روزگار لقب آیت اللهی نبود، وگرنه این زنجانی حتما آیت الله العظما بود. حالا شما بیایید ببینید که چه استدلالی کرده. خب یه تیکه شما میخونم خدمتون و قطعات دیگر. میگوید در یک کراده از نجف به کربلا برای زیارتی از وقفه ها میرفتیم. چند نفر از طلاب نجف با من همراه بودند و چند نفر از عسکر عثمانی با یک صاحب منصب علی شکرینام در تراده به کربلا عازم بود. اول میان ما اون نفرت و نگاه‌های قیزاگین که بدبختانه همیشه شیعیان و سنیان با هم دارند در جریان بود. لکن من این صاحب منصب را به اندازه حلیم، یعنی اون سنیه رو، و بردبار و با ادب و انسان و مهربان دیدم که از آن ببخشید از اون دوری شرمنده گردیدم. آغاز گفتگو شد. او گفت افسوس اسلامیان از حال حاضر جهان و خطراتی که ایشان را تهدید می‌کنند غافل مانده و برای یک اختلاف بی جهت و بی تأثیر با یکدیگر نفاق ورزیده و اتحاد اسلام را برهم زده و همه دول و ملل اسلام را زبون و ناتوان کردند که امروز مسیحیان یکان یکان بلاد اسلام را ایبلعن و با قدم سری به سوی باقی مانده می روند و ما در میان مشغول نزاع علی و عمر هستیم که خود اون دو بزرگوار به کلی از این اختلاف ها
از این اختلاف ما بیزارند و در حیات خود با یکدیگر برادروار در پیشرفت و ترویج اسلام میکوشیدند. حتی بر فرض اینکه در میان خود باطنن ضد و نقیض هم بودند، هرگز در ظاهر خصومت نکردند، بلکه هر مطلب را در نزد غلبه و نشر اسلام و ظفر بر مذاهب و ملل دیگر کوچک شمرده، با کمال یگانگی در نشر نسل اسلام کوشیدند. خب البته وقتی که اجاره میگرفتن اسلام رو تشویق میکرد، هم علی خوشحال بود هم عمر. پول میرسید آقا، و عمر به خصوص به اینا دو برابر میداد، به علی و بچه‌هاش دو برابر میداد. گفت اینا کسانی که در جنگ بعد شرکت کردن، دو برابر من به اینا پول میدم. از کجا می آورد مولای متقیان 33 بچه رو شکم سیر کنه؟ 33 بچه داشته این بزرگوار. چاه می کند برای یهودی ها، نه؟ چاه می کند مولا علی، چاه می کند و گذران زندگی برای یهود. یهودی زنده نداشته بودن که کسی برایشون چاه بکنه. عمر گفت آقا یهودی رو ما از خاک عرب بیرون میکنیم و بیرون کرده رفتن. دی کدوم یهودی؟ هنوزم در عربستان یهودی نمون. داستان پول بوده و اون فرش گرانبهای بهارستان رو که آوردن، عمر گفت چه کنیم یا علی؟ خیلی چیز گرانبهاییست. گفت که گرانبها چه آقا؟ اینو ما تیکه تیکه میکنیم، هر تیکهش میدیم به یک کسی. تیکه خود مولا رو به 12,000 درهم یا دینار، چون خبر داده بودن به عتیق فروشان و اینا که از ایران چیزای شاهوار میاد، همه اومده بودن مدینه برای خرید. مولا علی هم فروخته 12,000 دینارش هم گرفته بود جیبش. حالا میتوانیم بگویم ایشون ناراحت بود از فتح مدائن. حرفای بی‌معنی واقعا. این آخوندهای شیعه جز سخن دروغ و غرض‌آلود هیچ نگفتن. آقا تمام تاریخاشون غلط اشتباس. علی با عمر دشمنی داشته. خب در میان طلاب فقط من تصدیق کرده، میگه همه ما که اونجا بودیم این حرفا رو زد، من گفتم واقعا این اختلاف جای هزاران افسوس است که اسلام را ضعیف و زبون ساخته، زبون دشمنان ساخته و اسلامیان را به هم انداخته. گفت قطع نظر از این ضررها من نمیدانم این اختلاف و نزاع اصلا چه ثمر و نفعی داشته یا دارد. مباحثه و رد و قبول در مسائل علمیه لامحاله باید ثمری و اثری داشته باشد. ما نزاع میکنیم که میبایست خلیفه و سلطان ابوبکر و عمر باشد یا علی باشد. اگر رأی این است که سلطنت را به کدام بدهیم و متابعت کدام یک بکنیم، در حالی که زمان گذشته و اون چه شدنی بوده شده. این بحث غیر سفاهت نیست. و اگر برای این است که بدانیم ابوبکر و عمر و عثمان یا علی کدام یک نیک یا بد کرده اند، باز این بحث غلط و سفاهت است. چه ثمر دارد بدانم هزار سال پیش فلان شخص نیک بوده یا بد؟ حساب همه با خداوند است. بله، یه قطعه دیگه میخونم خدمتتون. میگه اما باید دانست که خلافت و جمهوریت که به مذهب اهل سنت جریان داشت، قطعا از اول برخلاف عقل در اسلام بود و غیر زور و قوت حکم فرما نکردن. خب بعد اینجا داستان دیگری رو گفته است که مربوط است به اون سقیفه که من 100 بار این داستان رو گفتم خدمتتون. خب اینجا یه استدلال جالبی کرده در باب این در واقع دروغ بزرگ و مغالطه نایب امام بودن. خیلی خیلی جالبه، چون خودش در واقع این کاره بوده. حالا میخونم خدمت شما. میگوید که
پس او در میان بندگان آقا همینقدر امتیاز داشته که محل اطمینان مولا بوده. حالا یه استدلالی کرده، میگوید که فرض کنیم ما یک شاهی داریم، یه حکمرانی داریم که این یک معاونی هم داره در کنار دستش، میگه که این آقای معاون یا نماینده خودش نمیتواند از خودش در واقع فرماندهی بکند مگر اینکه فرمان آقا رو به مردم ابلاغ کنه. از این بحث میخواد نتیجه بگیره که پیغمبر مهم نبوده، پیغمبر اسلام میگه اداره اهمیت نبوده، به جهت اینکه ایشون مثل یک کسچی که نامه را میرساند آمده و گفته است که اینا رو خدا به من گفته و قرآن هم به کرات و با تایید و تاکید ایشون رو بشر خطاب کرد. حالا از اینجا زنجانی میخواد که این داستان آخوندها رو نفی بکنه، اصلا وجودشون رو مضر میداند، میگه اینا سخن لاتائل میگویند، کاری نیستن اینا، که متاسفانه وقت نیستم براش را بخونم، ولی چند ساعت ایشون گفتن 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب میگوید که خیلی خوب، پس او در میان بندگان همینقدر امتیاز داشته که محل اطمینان مولا بوده، یعنی اربابش، که او را پیغام رساننده خود گردانیده و دانسته که خود را از مقام خود بالا نمیبرد و ادعای اختیار و مالکیت در مملکت آقا نمی کند، یعنی آخونده کار را دارن می کند، حقی که دارد که چون امین آغاز محترم است و باید او احترام کرد نه ستایش، به سخن او باید گوش داد اطاعت کرد نه به او پرستش و نیایش نمود و معبود قرار داد. از اینجا میخواد شروع میکنه زنجانی و بعد استدلال میکنه که این گور پرستی و قبر پرستی اینا همه در اسلام شرکه، میگه اینا شرکه، شما جز خدا رو مد نظر نداری، فقط در واقع از همه جهان حواس خود را شما فرا میچینی و متوجه خدا میکنی. این در واقع اصل تصوف هم همین هست، اصل تصوف هم همین هست. میگه اینا حکومت خدا رو کمو دستورات اسلام باشه به قول ایشون ده ها به تعداد آخوندها حکومت خدا رو تقسیم کردن بین خودشون، در حالی که پیام آور که در واقع مبدع و مبتکر و بنیانگذار اسلام چنین ادعایی میگوید نداشته، حتی میگوید ما او رو ستایش بایستی بکنیم اما نیایش نبایستی بکنیم. تا چه رسد که سر این گورهای کهنه که معلوم نیست اینا گور کدوم جنایتکار است یا گور کدوم عرب فراری بوده، اینا برایم بشینیم گریه کنیم و او رو ستایش کنیم که سهل است نیایش کنیم و گریه کنیم و به قبلش بچسبیم. از این نظری کتاب مهمه که نویسندهش یک عالم خیلی متبحر و بسیار مشهور اسلام است. در اسلام سایر بندگان غیر پیغام رساننده و کسانی که حافظ اسلام و داعی هستند از همه خواسته شده که تحصیل علم کنند و خود نظر کرده حق را به فکر و فهم خود دریافته و دانا به فرمانهای خدا و امر و نهی او باشند و همه باید تقوا با تقوا و صاحب اختیار صاحب اعتقاد باشند. دانا را بر نادان مقدم دانست داشته، یعنی دانا را محترم گردانیده، نه مزد مالی برای دانایی قرار داده که مردم دانا بدهند یا او را بیکار گذاشته خود مردم رنج کشیده نان اونها را مف بدهند. تعلم باید همه کس بکند و هر کس نکرده خود را محروم کرده و هر کس کرده برای خود کرده. از مردم نمیتوان اجرت بخواهد که من برای خودم علم یاد گرفتم و کامل شده ام، شما به من اجرت بدهید و خدمت بکنید. همچنین تقوا و اطاعت خدا و اجتناب از محرمات و اعمال بد بر همه لازم است و همه بشر در این امر برابرند. هر کس تقوا ورزیده محترم است و مکرم است، لیکن برای مردم منتی و اجرتی ندارد، برای خودش قرب خدا پیدا کرده
یا اجر آخرت و بهش باید نموده، دخلی به مردم ندارد. چون نماز خونده و تقوا دارد، از مردم اجرت بگیرد و بگوید شما رنج ببرید بدهید من بخورم برای خودم عبادت کنم. کار آخوند. آقا ما رفتیم فیضیه، حالا ما آمدیم بیرون، این یه متر و نیم نمیدونم، حالا خدا نکنه سیاه باشه این حمامه، وای وای، اون که دیگه باستی جان و مال در راهش فدا کرد. دو سال و نیم سه سال رفتم اونجا، حالا همه ابنای باشه باید کار کنن من بخورم. حرفش اینه. سپر جان چه میزان وقت داریم؟ یک دقیقه ما به جایی نمیرسیم. از جمله کتابای کلیدی که من سفارش میکنم و تاکید میکنم که شما دوستان گرامی در صحبت که بخوانید، همین خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی است، مرد روشنفکر. در اون روزگار بسیاری آخوندهای عمامه رو در واقع کنار گذاشتن، این لباس به قول یکی از دوستان لباس کلاشی کنار گذاشتن و به روشنفکران پیوستن. همین تجددی که در ایران پیش آمد و همین کارها که شد و از احوال قرن وسطایی در واقع مملکت بیرون آمد، بسیاری از روشنفکران همون کسانی بودن که مدارس طلبگی رفته بودن، از کسروی بگیرید تا دشتی و زنجانی، حتی عارف قزوینی رو یه عمامه به سرش گذاشته میگه یک بار عمامه گذاشت پدرم به سرم، یک بار رفتم آمدم، آبرو و حیثیت من رفته بابت اون یه روز عمامه که سر من گذاشتن و من مرتب این لباس جدید میپوشم و این کت مدرن و پوتین میرم از همون محل رد میشم تا اعاده حیثیت کنم به خاطر اون یک روزی که اون لباس آخوندی به تن من بود. کسروی بزرگ میگوید پدرم گفت بچه‌م احمد نان آخوندی نخورد، نان آخوندی نان شرک است. مقصودی که بین ارسونم که طلبگان و مدرسه دینی رفتگان روشنفکران پیدا شدن که این لباس رو به دور انداختن و به مردم کمک کردن، یعنی نان حلال خوردن، نان شرک و تقلب نخوردن. وقت ما هم وطنان در اینجا پایان رسید. از دوست عزیز و جدید من سپر که این دومین برنامه است که ایشون هدایت فنی میکنه سپاسگزارم. از شما بزرگواران در هر جا که هستید به خاطر اینکه وقت خود رو گذاشتید و توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.